بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان شاگردای عزیز سنف نهم و همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر هشتمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف نهم با یکدیگر با نام و یاد خدا شروع می کنیم ابتدا بریم و درس گذشته را با یکدیگر ارزیابی کنیم خب در زیابی درس امروز ما جملات صحیح و غلط هست که دقت زیاد شما را میطلبه. سوال اول مقدار 55 درصد حجم خون را حجرات تشکیل می دهد. این جمله ما و شما چیه شاگردای خوب؟ غلط است. به خاطر چی؟ چون 55 فیصد حجم خون پلازما یا سرم بود و 45 فیصد حجرات بود. سوال دوم زنان چهار و نیم لیتر و مردان پنج تا شش لیتر خون دارند. ای کاملا صحیح است. سوال سوم خون نوعی نسج ارتباطی هست. بله ای هم صحیح هست. سوال چهارم اریتروسیت ها دارای هسته است و 120 و روز عمر می کند. ای از جمله جملاتی هست که شما نیاز به دقت بیشتر دارید اول که تکلیفش مشخص کنیم این جمله غلطه اما چرا غلط است چون شاگردای ما وقتی کلمه اروتروسیت می بینن به یاد کرویات سرخ میفتن که مبادا با کلمه لوکوسیت یا کرویات سفید اشتباه بشه از طرفی خب واقعا هم کراویات سرخ 120 روز عمر داره اما این وسط این کلمه هسته کار سخت کرده کرویات سرخ هسته داشت یا نداشت آفرین به اونایی که خوب دقت میکنه کرویات سرخ هسته نداره پس بنابراین در یک جمله ای که یک قسمت او غلط است ما جمله را غلط در نظر میگیریم سوال پنجم کرویات سفید در دفاع بدن نقش دارد کاملا صحیح است صفحات دمویه اشکال غیر منظمی دارد این جمله هم صحیح است خب شاگردای خوب صنف نوم امروز یک مبحث درسی بسیار بسیار مهم داریم که دیگه شما این مبحث تا سنف دوازده در هیچ کتاب دیگه ندارید و همینجی باید او را خوب و بسیار دقیق یاد بگیرید ما میخواییم ما و شما امروز ها را بشناسیم ما گروپ های خونی را در جلسه گذشته نام بردیم گفتیم گروپ های خونی چار گروپ است گروپ خونی A، گروپ خونی B، گروپ خونی O و گروپ خونی AB حالا ما و شما میخواییم ببینیم بر چی اساسی این گروپ های خونی نامگذاری میشن در سطح بعضی از کرویات سرخ خون ما یک گیرنده های پروتئینی پس جنس ای گیرنده ها از پروتئین به نام آنتیژن هست بر اساس همی آنتیژن هست شاگردای خوب که گروپهای خونی نامگذاری میشه بعضی از کرویات سرخ آنتیژن A و بعضی کرویات آنتیژن B داره چرا نام A و B میگه این یک چیز قراردادیه مانند واحد ها در علم فیزیک و ریاضی هر جای دنیا شما برید واحد اندازگیری متره و با ام نشان داده میشه خب حالا در بیولوژی هم آنتیژن هایی که باعث مشخص شدن گروپ خونی میشه دو نوع هسته یک نوعش A و یک نوعش بی نامگذاری میکنه بعضی از کرویات سرخ اصلا آنتیژن نداره و بعضی از کرویات سرخ هر دونو آنتیژن داره یعنی هم آنتیژن A و هم آنتیژن بیره داره اما این آنتیژن ها چه کمکی به ما و شما میکنه که ما گروپ های خونی را بشناسیم با یکدیگر ادامه میدیم گروپای های خونی یا کرویات سرخ، اصلا گروه های خونی ما مربوط به ویژگی های کرویات سرخ است پس گروپای های خونی اهمیتی برای کرویات سفید و صفحات دمویه نداره و در مبحث گروپ های خونی این کراویات سرخ برای ما و شما مشخص میکنه که چه نوع گروپ خونی رو ما و شما خواهیم داشت خب قبل از اینکه ما بریم و پای تخته گروپ های خونی را تشریح کنیم یک اصطلاح دیگر رو هم باید یاد بگیریم و او آنتی کور است اما ببینیم که آنتی کور چیه ما گفتیم آنتیژن یک گیرنده های پروتئینی چسبیده به کراویات سرخه در سطح خارجی کرویات سرخ اما آنتیکور در کجای؟ آنتیکور موادی است مانند آنتیژن پس جنس ای هم از پروتئین خواد بود اما در پلازمای خون شناوره آنتیژن روی کرویات یعنی در بخش جامد خونه ولی آنتیکور در پلازمای خون یا بخش مایع خونه آنتیکور و آنتیژن در یک گروه خونی ضد یکدیگر است اگر یک گروه خونی آنتیژن A داره، دیگه آنتیکورش نباید A باشه، آنتیکورش باید B باشه. اگر گروپ خونی Bه، پس آنتیژنش Bه، دیگه آنتیکورش نباید B باشه، باید A ای باشه. این دوتا با هم نمی یک جا باشه. آنتیکور A، آنتیژن A. آنتیکور B، آنتیژن B. اگر به این صورت باشه، خون موجود زنده مثلا انسان لخته میشه و در جا فرد میمیره و از بین میره این مبحث مهمیه که در مبحث انتقال خون یا اهدای خون باید بسیار بسیار دقت شود نام گروپ های خونی بر اساس آنتیژن هست خب چه ارتباطی هست ما بین آنتیژن ها و آنتیکور ها یکی در بخش مایه خونه و یکی در بخش جامد خونه باید بریم تشریح کنیم ببینیم کراویات سرخ خون در قشای خارجی خودش چند نوع گیرنده یا چند نوع مولکول های پروتئینی داره انواع گروپ های خون گروپ خونی A گروپ خونی B گروپ خونی AB و گروپ خونی O گروپ خونی A طبق ای که برای شما همال هم گفتم نامش نام گروه بر اساس نوع آنتیجن هست پس وقتی که گروه خونی ما A هست آنتیجن ما هم A هست وقتی گروه خونی ما B هست آنتیجن ما B هست و وقتی گروه خونی ما AB هست یعنی اینا هم آنتیجن A داره و هم آنتیژن بی داره و وقتی گروپ خونی ما او هست نامی از ای و نبردیم چون اینا هیچ کدام نداره نه آنتیژن ای داره و نه آنتیژن بی داره یک کرویات سرخ ما برای شما میکشم ای به صور قراردادی و منبع مثال هست مثلا اگر در سطح کرویات سرخ ما ای مولکول ما پروتئینی آنتیژن ای باشه مکمل همی شکل مانند پازل پازل هایی که کودکان بازی میکنن مکمل از در دا داخل پلازما خون شناور است یعنی در پلازما ما یک شکلی به این صورت داریم که در همدیگه مثل یک پازل قطعاتش وقتی در کنار یک دیگر قرار میگیره جور میشه ما یک تصویر یا یک شکلی را داریم پس ای آنتیکورش هسته آنتیکور هست کاندیکور در دا داخل پلازمای آنتیژن چسبیده به کرویات سرخه وقتی که گروپ خونی ما بی هست کرویات سرخ ما بی هست آنتیژنش بی آنتیجن بی داره ولی آنتیکور برعکس ها. آنتیکور ها این شکل ماهمانند باشه این آنتیکورش هست که وقتی این دوتا با یک دیگرم مانند قطعات پازل کنار یک دیگر قرار میگیره جفت جور میشه پس اگر آنتیژن آیا آنتیکور باید بی باشه اگر آنتیژن بیه آنتیکورش باید A باشه خب حالا کرویات سرخی که هر دو گروه خونی رو داره یعنی اینا دقشه های خودشان هم آنتیژن A و هم آنتیژن بی را داره ببینید هم آنتیژن ای آنتیژن A و هم آنتیژن B داره ما گفتیم نباید آنتیژن و آنتیکور همنام با هم باشه پس اینا در داخل پلازمای خودشان هیچ نوع آنتیکوری نباید داشته باشه اگر آنتیکور داشته باشه باید آنتیکور A و B باشه آها کنار هم قرار میگیره بهها ها کنار هم خون لخته میکنه کسی که گروپ خونیش یعنی همی کرویاتش هیچ نوع آنتیجنی نداره ببینید در سطح خارج این کرویات سرخ ما هیچ آنتیجنی را نمیکشم پس در داخل پلازمای خودش هم میتونه آنتیکور ای داشته باشه هم آنتیکور بی را داشته باشه خطری نداره چون در قشای خارجی کرویات سرخش آنتیجنی نداره پس خوب به خاطر داشته باشید که نوع گروپ های خونی را آنتیژن ما مشخص میکنه اگر آنتیژن A داشت گروپ خونی A اگر آنتیژن B داشت گروپ خونی B اگر هر دو نوع آنتیژن داشت گروپ خونی A و B است. و اگر هیچ نوع آنتیژنی را نداشت گروپ خونی O است. و برعکس آنتیژن آنتیکور وقتی آنتیژن A آنتیکور باید B باشه وقتی که آنتیژن بیه آنتیکور باید ای باشه وقتی هر دو آنتیژن نداره پس هیچ نوع آنتیکوری نمیتونه داشته باشه چون خون لخته میشه وقتی که هیچ نوع آنتیژنی نداره پس خطری نداره در داخل پلازمای خون ای افراد آنتیکور هم از نوع آنتیکور A و هم از نوع آنتیکور B خواهد بود فراموش نکنیم اینا باز اجزاء فرعی تر هم دارن که در مبحث دوره مکتب گنجانده نمیشه ان درس بخونید پوانتون ها که برین اگر علاقه من به علم طب و بیولوژی بودید باز در اونجا شما گروپ های خونی دیگه ای را هم که زیر های اینا هست خواهید خون اما اگر گروپ های خونی اشتباه بشه چه اتفاقی برای یک فرد میافته که بسیار بسیار مهم است در مبحث اهدای خون یا انتقال خون ما باید بسیار دقت داشته باشیم در اهدای خون آنتیژن آنتیکور همنام گفتیم نباید کنار هم دیگه باشه اگر اهدای خون یا انتقال خون به درستی صورت بگیره جان یک انسان یا جان یک موجود زنده که نیاز به خون داره نجات پیدا میکنه اما اگر گروپ خونی درست مشخص نشه به درستی مشخص نشه و گروپ خونی اهدا کننده هم به درستی مشخص نشه و خدای ناخواسته آنتیکور و آنتیژن همنام کنار یکدیگر قرار بگیره چی خواد شد بله خون لخته میشه و این علائم یا ای اتفاق همراه با بروز تب بسیار شدید و بندش شراین هست و سیستم دفاعی بدن ما و شما اول دمای بدن بالا میره چون او خونی که وارد بدن شده را به عنوان یک چیز خارجی بردار تلقی میکنه و برای دفاع از او دمای بدن میره بالا انشالله در بیولوژی سنف ده خواهید خوان که تب خودش نشانه مبارزه بدنه اما باید نگذاریم که خیلی بره بالا تب تا حدودی خوبه نشان میده که ما سیستم دفاعی فعال داریم اما اگر این تب بسیار شدید باشه و رو به بالا باشه و اون لخته خونی که در نتیجه قرار گرفتن آنتیژن و آنتیکور همنام در کنار یکدیگر به وجود آمده راه شریانهای بدن میبنده و باعث بندش شراین میشه و مدت زمان طول نمیکشه که فردی که خون نامناسبی را دریافت کرده حیات و زندگی خود از دست بده در زندگی روزمره ما و شما زیاد میشنویم که یک نفر گروپ خونی اوی مثبت داره او منفی داره ای بی مثبت داره ای بی منفی داره بی مثبت داره بی منفی داره حالا ما و شما میخوایم این منفی و مثبت بودن رو بشناسیم که این منفی و مثبت بودن بر چه اساسی است کجا هست و چگونه شناخته و اصلا چه نیازی داریم و چه اهمیتی در زندگی ما و شما داره مثبت و منفی بودن خون ما و شما وابسته به وجود یک فاکتوری هست به نام فاکتور RH. این ای فاکتور RH برای اولین بار در خون یک نو شادی به نام رزوس کشف شد. برای همی است که در بسیاری از کتاب های علمی به جای فاکتور یا فاکتور ارهاش به او آنتیژن رزوس گفته میشه. چون آنتیژن هست پس ما و شما حدس میزنیم که یک چیزی چسبیده به کرویات سرخ است. کمال آنتیژنای ای بی ای بی و گروه های خونی را گفتیم پس اینجا وقتی ما میگیم آنتیژن آنتیژن رزوس یا فاکتور ار هاش یا ار چون کلمه آنتیژن میایه پس چسبیده به کرویات سرخ است اگر بر روی کرویات سرخ ما و شما همی آنتیژن وجود داشت ما و شما گروه خونی مثبت اگر بر روی کرویات سرخ ما و شما آنتیژن رزوس وجود نداشت گروپ خونی ما و شما چی میشه؟ منفی میشه اگر فاکتور ارهاش در خون بود بله گروپ خونی مثبت است و اگر نباشد گروپ خونی منفی هست یک نکته بسیار بسیار مهم و کنکوری در اینجا آمده که گروپ خونی مثبت هرگز نمیتوانه به گروپ خونی منفی خون بده اما گروه خونی منفی میتونه هم به منفی خون بده هم به مثبت ها بده پس در اهدای خون هم به نوع گروه خونی باید توجه بشه هم به مثبت و منفی بودن او حالا من یک دکته بسیار بسیار علمی و جالبه برای شما میگم در داخل شفاخانه ها شاگردای خوب من در بخش آجل یا اورژانس بخشی هست که همی مریضایی که دچار حادثه یا ترافیک شده خدای اینا دچار خونریزی های شدید شده که به طور عاجل به شفاخانه میاره و فرصتی برای از این نیست که ما بریم و گروپ خونی از مشخص کنیم و از طرفی جانش هم در خطره و اگر این خون ریزی را ما بند نیاریم خون به این انتقال ندیم ممکنه بمیره یک کار بسیار جالبی را دکتر صاحبای ما انجام میده و او ای هست که گروپ خونی اوی منفی را بدون از ای که ما گروپ خونی فرد که دچار حادثه شده را تعیین کنیم میتونیم بدیم چرا میتونیم بدیم چون گروپ خونی اوی منفی هیچ خطری برای هیچ نوع گروپ خونی نداره ما گفتیم گروپ خونی او دهنده عمومیه به همه میتونه خون بده حالا امروز میفهمیم چرا به همه خون میده چون هیچ نوع آنتیژنی نداشت در داخل بر روی کرویات سرخ خودش هیچ نوع آنتیژنی نداشت از طرفی منفی هم باید باشه چون ما الان یاد گرفتیم که مثبتا نمیتونن به منفی ها خون بدن اما منفی ها میتونه به مثبت ها خون بدن ای قسمت هم لازمه عزیز هسته که شما کروموزوم ها و ژن ها را بشناسید که انشاءالله در بیولوژی سنف 11 و 12 وقتی که جزئیات کروموزوم ها و ژن ها را خواندین اونجه خواهید خواند که چرا مثبت ها میتونه در منفی خون بده و منفی ها نمیتونه همه قد به خاطر داشته باشید که گروپ خونی اوی منفی که بسیار نادر و کمیاب هم هست به صورت آجل و اورژانسی به همه بیمارایی که خطر مرگ دارن و در حال خون رزی های شدید هست قابل انتقال است. برمیگردیم به همین اسلایدی که در رابطه با آنتیژن رزوس یا فاکتور ارهاش صحبت میکردیم. اینجا دو تا کرویات سرخ در تصویر برای شما آوردیم در مانیتور. یکی بر روی قشاع کرویات سرخ یک مربع های سیاه رنگ داره و در داخل مثبت نوشته شده و یکی دیگه در قشاع کرویات سرخش هیچ گونه ای وجود نداره و در داخل منفی است. ای به ما و شما ای میگه که اگر ما آنتیژن رزوس رو داشتیم گروپ خونی مثبت هست و اگر نداشتیم گروپ خونی ما و شما منفی خواهد بود اما یک کرویات سرخ در سطح خودش هم باید نوع گروپ خونی رو مشخص کنه یعنی هم آنتیژن A یا B یا هر دو یا هیچ کدام و هم مثبت و منفی بودن. ما از روی مطالعه کرویات سرخ میفهمیم گروپ های خونی که در یک جامعه وجود داره به ساده ترین شکلش ای بی مثبت ای بی منفی ای مثبت ای منفی بی مثبت بی منفی او مثبت و او منفی خواهد بود اما ما و شما باید این را بدانیم که واقعا گروپ های خونی در ازدواج مهم هست یا نیست حالا ما و شما از نظر علمی این را باید بخوانیم ببینیم که چه اهمیتی داره خب شاگردای خوب ما میخوایم ببینیم آیا گروپ خونی در ازدواج مهم است یا نیست در همین ابتدا من یک موضوعی را به شما بگم شاگردای خوب که زمانهایی که من خود خودم در شفاخانه کار کردیم بسیاری از مردم ما و شما و ما و شما یک تصور غلط و اشتباه داره و او ای است که کسانی که گروپ خونی اونا مشابهن یعنی یکسانن نباید با هم ازدواج کنن حالا ما و شما امروز میخوانیم که نوع گروپ خونی در ازدواج اصلا مهم نیست یعنی گروپ هر نوع گروپ خونی که دو نفر داشته باشه مانعی برای ازدواج نیست آنچه که مهم هست همه آنتیژن رزوس یا فاکتور ارهاش هست فاکتور ارهاش خون این فاکتور ارهاش خون هم مانعی برای ازدواج نمیتونه باشه او بیماری ها و او اختلالات مادرزادی را که ما در ازدواج میگیم به گروپ خونی ربطی نداره او به ژنتیک یا به جنه ها ارتباط داره که در دا سنف دوازده مفصل میخوانید اما فاکتور خونی یا آنتیژن رزوس یا مثبت و منفی بودن چه تاثیری داره یک تاثیر مهم در فرزندان هست و بسیار هم خیلی مهمه و شما همینجا ایره خوب خوب یاد بگیرید شاگردای خوب ما دقت کنید مادر پدر فرزند اگر گروپ خونی مادری منفی باشه نوعش گفتیم هیچ مهم نیست ایه بیه ای B ای AB یا او اصلا مهم نیست فقط مثبت و منفی بودنشه گروپ خونی مادر منفی باشه گروپ خونی پدر هم منفی باشه اینجا دیگه ریاضی نیست که منفی در منفی مثبت بشه گروپ خونی فرزند هم منفی خواهد بود حالا فرزندی با گروپ خونی منفی در بدن مادری با گروپ خونی منفی رشد میکند باز هم هیچ مشکلی نداره اگر گروپ خونی مادر مثبت باشه گروپ خونی پدر مثبت باشه باز هم فرزند مثبت خواهد شد و فرزندی با گروپ خونی مثبت در بدن مادری با گروپ خونی مثبت رشد میکنه باز هم هیچ مشکلی نخواهد بود زمانی برای ما و شما مسئله ساز یا سوال برانگیز خواهد بود که گروپ خونی مادر منفی باشد اگر از گروپ خونی پدر مثبت باشد چه خواهد شد اگر گروپ خونی مادر منفی باشه پدر مثبت باشه اگر هر دو منفی بود بچه یا فرزند منفیه اگر هر دو مثبت بود فرزند مثبته اما اگر یکی مثبت و یکی منفی بود فرزند 100 درصد مثبت خواهد بود حالا اینجا فرزندی با گروپ خونی مثبت در بدن مادری رشد خواهد کرد دوره جنینی که گروپ خونی مادر منفی هست این چیزی هست که از نظر علم طب خطرناک خواهد بود نمیگیم غیر ممکنه خطرناک خواهد بود چرا حالا ان شاء راه حلش شما برای شما بسیار مختصر میگم بیشترش در سنفا و سالهای بعد خواهید خون زمانی که خون مادر منفی و خون فرزند مثبت در تمام نه ماه دوران بارداری این دوتا خون با هم ترکیب نمیشه چون اگر ترکیب بشه عامل آنتیژن رزوس یعنی گروپ خونی مثبت اگر وارد بدن مادر بشه بدن مادر او را به عنوان یک میکروب میشناسه به عنوان یک عامل خارجی و بیگانه و شروع میکنه بر علیه این گروپ خونی مثبت یک ترکیبات به نام آنتیبادی را ساختن حالا این ترکیب فرزند اول هیچ اتفاقی براش نمیفته فرزند اول متولد میشه در لحظه تولد این خونا با هم قاطی شده دیگه حالا بدن مادر پر هست از آنتی بادی هایی که بر علیه و گروه خونی مثبته حالا این مادر در فرزند دومش دچار دو مشکل میشه چون از همون اول دوران بارداری این چیزایی که آنتی بادی های مثبتی که در بدن مادر بود آنتی بادی ضد اون بدن اون گروه خونیه از راه بندناف به جنین منتقل میشه و دچار ناهنجاری های جنینی دچار کمخونی های بسیار شدید برای فرزند میشه اما ما و شما میگیم باز عامل آنتیژن رزوس قابل درمانه علم پیشرفت کرده تپ پیشرفت کرده درمانش چیه درمان اینه که مادری اگر گروپ خونیش بدانه منفیه در ماه هفتم بارداری در ماه هفت بارداری یک پچکاری به نام روگام یک پیچکاری به نام روگام مادر باید تزریخ کنه که در لحظه یا زمان تولد طفلش به خون بدنش اجازه نده که بر علیه او آنتیبادی بسازه حالا یک مادری اطلاع نداره از زمان کودک متولد شده تازه مادر فهمیده که گروپ خونی خودش منفی بوده و گروپ خونی فرزندش مثبته. حالا چیکار کنیم باز هم یک راه داره تا هفتاد و دو ساعت 72 ساعت بعد از تولد طفل اول زمان برای پچکاری یا تزریق روگام وجود داره این دیگه آخرین زمانشه حالا دیگه این نوزاد متولد شده خون مثبت نوزاد به بدن مادر آمده 72 ساعت طول میکشه تا بدن آنتیبادی بسازه اگر روگام در 72 ساعتش تزریق شود پیچکاری تزریق شوه جلوی از او آنتیبادی هایی که بدن مادر قرار بسازه را میگیره در نتیجه این مادر در فرزند دومش مشکلی پیش نمیاد اما باید فراموش نکنه برای هر فرزند باید این روگام تزریق شوه بهتره در ماه هفت در دوران بارداری قبل از تولد طفل اگر هم ای زمان فرصت نشد و طفل به دنیا آمد 72 دو دو ساعت یعنی سه شبانه روز وقت داره که برای بعد از نوزاد اول بزنه تا نوز... بچه دوم دچار دو مشکل نشه بعد از بچه دوم بزنه که بچه سوم دچار مشکل نشه خب این اهمیت برای ما و شما نشان داد پس ما و شما یک نتیجه میگیریم که تمام خانم ها یا زنانی که گروپ خونی مثبت دارن اصلا نیازی به تعیین کردن گروپ خونی همسر یا شوهرش ضرورت نداره چون وقتی مادر مثبت هست بچه مثبت خواهد بود یعنی حالتی که اما برای شما میگم مادر مثبت باشه پدر منفی باشه حتی اگر منفی هم باشه مشکل پیش نمیاد چون بچه مثبته و در بدن مادری با گروپ خونی مثبت رشد میکنه دیدیم فقط در یک حالت خطر سازه زمانی که مادر منفی هست و پدر مثبت هست اینجا هست که مادر حتما این موضوع را باید فراموش نکنه ممکن ما و شما در مابین فامیل ها و بستگان و عقارب دیده باشیم خانواده هایی را که فرزند اول اونها سالم به دنیا آمده اما فرزندان دوم و سوم دچار مشکلات و اختلالاتی هست اگر این مشکلات و اختلالات مربوط به ژنتیک نباشه شاید یکی از دلایلش مربوط به آنتیژن رزوس مادره پس گروپ های خونی مادرانی با گروه خونی منفی باید دقت و توجه بیشتری را داشته باشد. خب امیدوارم شاگردای خوب ما از درس امروز لذت برده باشید حتما حتما چیزای خوبی را یاد گرفتید اینا را فراموش نکنید جلسه بعدی حتما اینا را بخوانید تا درس جدیدی که برای شما میدیم خوب اونا را یاد بگیرید همه شما شاگردای خوبه تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدار شما